الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محصلان نهاية عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بار دیگر در خدمت شما قرار گرفتیم و خواستیم که انشاءالله جلسه دوم درسی هم که ترتیب شده خدمت شما تقدیم بشه. و طوری که قبلا توضیح داده شد، ما الحمدلله در هفته هشتم سمستری قرار داریم و از طریق آنلاین میخواهیم که این درس را خدمت شما تقدیم کنیم و ما جلسه اول را با موفقیت آماده کردیم و درس ارائه شد و خدمت شما تقدیم شد و حالا نوبت رسید به جلسه دوم یا کردیت دوم. عنوان درس ما به صورت کلی هست تعریف شفعه و احکام آن. اهداف درس یک، ارتقای سطح آگاهی محصلان و دوم توجه دادن و توجه نمودن زیاد به حقوق همسایه ها که میشه ما این عناوین رو واضح تر سه عنوان جداگانه داشته باشیم که در اینجا در بحث فهرست مطالب این عناوین رو ما یادداشت کردیم و معرفی میکنیم. اول هست تعریف شفعه و حقیقت آن و دوم هست در چه اموال حق شفعه ثابت می شود و موضوع سوم هست آیا برای کسی که غایب است حق شفعه می باشد. اینها سوالات است که در واقع سعی میشه در این درس امروزی در روشنایی احادیث پیامبر گرامی اسلام علیه السلام پاسخ داده بشه. حالا میریم طرف عنوان مهمی که در درس ما هست، باب و شفعه. شفعه، اول قبل از اینکه ما به حدیث بپردازیم و حدیث را ترجمه و تشریح کنیم، خوبه که ما تعریفی هرچند کوتاه، تعریف لغوی و اصطلاحی از شفعه داشته باشیم. شفعه به ضم شین، شین را پیش میدیم و سکون فا به سه معنا به کار می رود. اول به معنای زوج و ضمیمه شدن، دوم زیادتی و سوم کمک کردن. و شفعه در اصطلاح عبارت است، ای تعریف عربی است که ترجمه او هم شده در ادامه او، تملک البقعة جبرا على المشتری بما قام علی، مالک شدن مکان و محل، اگر دوکان اگر زمین، بدون رضایت مشتری به همان مبلغی که بر مشتری تمام شده است. واضحه که مشتری راضی نیه، مشتری که آماده ای سرا را خریده که حالا شما ای سرا را بگیریم و صاحب بشیم. مالک شدن مکان و محل بدون رضایت مشتری به همان قیمت و مبلغی که مشتری او را خریده و بر او تمام شده. و حدیث در اینجا حدیث 894 است که متن حدیث را میخوانیم. عن جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهما قال قضى رسول الله صلی الله علیه و سلم بالشفعه في كل ما لم يقسم. از جابر بن عبد الله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم کردند که شفعه در هر چیزی است که تقسیم نشده است. پس هرگاه حدود مشخص کردید و راهها جدا شد، پس شفعه نیست. فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعه. وقتی راهها جدا شد و حدود مشخص شد، شفعه وجود نداره. متفق علی، یعنی این حدیث حدیث بخاری و مسلمه و لفظ للبخاری و این لفظ بخاری است، یعنی متن و الفاظ از صحیح بخاریه. و فی روایت لمسلم یا فی روایت مسلم الشفعه فی کل شرک فی ارض او ربع او حائط.
و در روایت مسلم آمده شفعه در هر چیزی است که شراکت در آن باشد. اینجا آمده فی کل شرکن، یعنی در هر چیزی که شراکت در او وجود داشته باشد، فی ارض او ربع او حائط، در زمین، خانه و باغ. و در ادامه آمده لا یصلح و فی لفظ لا یحل ان یبیع حتی یعرض علی شریک. و در روایت دیگر آمده است حلال نیست تا زمانی که به شریکش پیشنهاد نکرده آن را بفروشد. وقتی دو نفر در اصل مبیع و در اصل ملک شریک هستند، تا وقتی رفیق از او به جریان قرار نداره و به او پیشنهاد نشده، درست نیست که او را به دیگری، به بیگانه بفروشه. و فی روایت الطحاوی قضا النبی صلی الله علیه و سلم بالشفعه فی کل شیء و رجاله ثقات. در روایت الطحاوی آمده پیامبر صلی الله علیه و سلم به شفعه در هر چیز حکم نمودند. ای بود واژگان شفعه، یعنی تعریف لغوی و اصطلاحی شفعه، و همچنین حدیث جابر ابن عبدالله که از پیامبر علیه السلام نقل کرد که چگونه اینها درباره شفعه، حق شفعه حکم کردند و فیصله کردند. حالا بریم طرف حکم فقهی این حدیث. از نظر جمهور علما در اموال غیر منقول شفعه است، یعنی او اموالی که قابل انتقال از جای به جای دیگر نیست، مثل زمین، مثل دوکان، مثل باغ، اینها چیزهایی است که کسی اینا را انتقال داده نمیتونه. نه در اموال منقول، یعنی او اموالی که قابل انتقاله، او در واقع شفعه در اونا نیه و کسی نمیتونه ادعای شفعه بر اونا بکنه. یکی از دلایلشان همین حدیث است که در آن اموالی که قابلیت شفعه را دارد توضیح داده شده. در قسمت آخر حدیث دیدیم آمده بود که شفعه در زمین است، در ربع است و همچنین در حائط و باغ است. مراد از ربع خانه است و حائط هم باغ. پس میبینیم چیزهای ذکر شد که هر کدام قابل انتقال نیست، غیر منقول است. باید دانست که از نظر سه امام، یعنی امام مالک، امام شافعی و امام احمد رحمهم الله، شفعه برای کسی است که شریک در نفس مال و یا شریک در حق مبی و منافع آن می باشد، یا اساساً در خود ملک شریک و یا در منافع از او شریک. مثلا با یک آب، امو آب خصوصی جوی خورد، هر دو زمین آب میخوره، حقابه یک است. و یا ای که راه هر دو زمین یک است، راه خاصی که از این راه استفاده میشه مشترک در میان هر دو زمین، مانند حقابه یا حق آب و راه. ولی برای همسایه از نظر سه امام حق شفعه نیست، اما از نظر حنفی ها همسایه نیز حق شفعه دارد و این حدیث را متعلق به دو صورت اول می دانند. یعنی در دو صورت اول که حق گفتیم حق چی باشه، شریک در نفس مبی باشه و یا شریک در منافع مبی باشه. این حدیث در ارتباط به امور دو مورد است و دلائلشان دلائل احناف، حدیث رافع ابن خدیج، حدیث انس ابن مالک و جابر رضی الله عنهم است که متصل به این شماره روایت شده. ان ما این حدیث را پی در پی داریم، هم حدیث رافع ابن خدیج، هم حدیث انس ابن مالک و هم حدیث جابر. چنانچه اینجا اشاره به اینا کردیم. ان ابی رافع عن النبی صلی الله علیه و سلم قال الجار احق بسقبه. از ابو رافع روایت که پیامبر علیه السلام فرمودند همسایه سزاوارتر است به خاطر نزدیک بودنش، یعنی به خاطر که او همسایه و نزدیکه. ترجمه حدیث بود. و روایت جابر، عن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الجار احق بشفعته. ای در ترمذی روایت شده و از نظر سند هم صحیح است.
فرمودند که همسایه به شفعش سزاوارتر است. اینجا کلمه جار به کار رفته، در روایت بخاری هم کلمه جار به معنای همسایه به کار رفته. و همچنین دلیل سومشان عن سمورته رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم جار الدار احق بالدار. امام ترمذی و امام ابو داود هر دو این حدیث را روایت کردند و در این آمده که همسایه خانه سزاوارتر است به خانه. این هم یکی از دلایل است که از طرف احناف در ارتباط به ثبوت حق شفعه برای همسایه ارائه شده. خب میریم طرف روایت بعدی 895. عن انس بن مالك رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم جار الدار احق بالدار. این احادیث رو ما قبلا فرسوار هم ذکر کردیم و باز به صورت مفصل هم می آید. این احادیث ترجمه هم اینجا نوشته شده و برای هر یک از این احادیث پیام های کوتاه هم یادداشت شده. خب ببینیم، عن انس بن مالک، انس ابن مالک رضی الله عنه می گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند جار الدار احق بالدار، همسایه خانه به خانه مستحق تر است. پیام های این حدیث: یک، این حدیث دلیل است بر این که برای همسایه حق شفعه می باشد. و پیام دو، حکمت در حق شفعه دفع ضرر همسایه بد است. این موضوع مهم در اینجا نوشته شده به این متوجه باشیم که اگر این حق به شما داده نمی شد، یعنی همسایه شما می توانست این خانه را و این مثلا دکان را یا باغ را به هر کسی بفروشه، در حالی که شما هم در پهلوی او قرار داریم، خب احتمالاً که به یک کسی می فروخت که او انسان شخص مضر می بود و او شخص مضر که حالا آمده در کنار شما و قراره که برای همیشه اینجا با شما زندگی کنه، بدون شک شما نمی تانیم تحمل بکنیم و انسان از همسایه مضر و همسایه بد همیشه آسیب می بینه. پس بخاطر که جلو همسایه بد گرفته بشه، شریعت برای همسایه ای حق داده و ای امتیاز داده که میتوانه وقتی از فروختن یک مال خبر شد اقدام بکنه و از طریق شفعه بدون از ای که اونها راضی باشند به همان مبلغی که فروخته شده ای زمین را و ای به حساب خانه را بگیره. میریم طرف حدیث بعدی، حدیث 896. عن رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الجار احق بسقبه، اخرجه البخاری و فیه قصه. ابو رافع رضی الله عنه می گوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند همسایه به شفعه مستحق تر است، زیرا نزدیک است. سقب به معنای نزدیکی، واژگان به سقبهی، ای با صاد هم خوانده شده با سین هم خوانده شده و در این روایت به صاد آمده. به سقبهی، سقب به فتح صاد و قاف و همچنان با سین به جای صاد، که به جای صاد سین باشه، به معنای قرب و مجاورت است. و با در این لفظ سببیه است، یعنی بای که در اول به سقبیه آماده، بای جاره سببیه است که ما در ترجمه هم گفتیم که همسایه سزاوارتر است به سبب نزدیک بودنش، به علت نزدیک بودنش. خب پیام های مربوط به این حدیث و حدیث قبلی گفته شد و تقریبا تکرار شد. پس میریم ما طرف روایت بعدی، روایت بعدی است حدیث 897. خب عن جابر رضی الله تعالی عنه
قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حدیث را ما قبلا ضمن دلائل یادداشت کرده بودیم، البته ترجمه و در اونجا نوشته نشده بود و خوب است که ترجمه و ما و شما اینجا متوجه باشیم. خب عن جابر رضی الله عنه قال، جابر رضی الله عنه میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الجار احق بشفعت جاره، همسایه به شفعه همسایش مستحقتر است، یعنی به زمین همسایه، به خانه همسایه. ينتظر بها و ان کان غائبا اذا کان طریقهما واحدا. در ادامه فرمودند حتی اگر همسایه حاضر نباشد به خاطر شفعه برایش انتظار کشیده می شود، این در صورت است که راه رفت و آمد آنان یک باشد. پیام های حدیث. بخش اول این حدیث همی الجار و احق به شفعت جاریهی بخش اول است. بخش اول این حدیث نیز دلیل است بر ثبوت شفعه برای همسایه، اما ای که در اینجا آمده اذا کان طریقهما واحدا، اینجا ما نوشتیم که در تفسیر آخرین جمله حدیث عده گفتند این سخن جابر رضی الله عنه است، یعنی ای که میگه اذا کان طریقهما واحدا، این جزء حدیث مرفوع نیست، بعضی ها به این نظرند، ولی اگر جزء اصل حدیث باشد به صورت دوم تعلق میگیرد. ما و شما سه صورت داشتیم برای شفعه. صورت اولی بود که شخص در اصل ملک شامل و شریکه، صورت دوم اینه که در منافع شریکه، یعنی در راه و یایی که در حقابه حق آب. پس بنابراین در صورتی که تمام این حدیث را ما مرفوع بدانیم، این متعلق به صورت دیومه که شخص در منافع شریکه، در اون صورت واضحه که حق اولیت برای اونه، و باز اگر در منافع یعنی راه و آب کسی شریک نبود، در مرحله سوم اونجا نوبت میرسه به همسایه. خب و این آخرین حدیث است که در درس ما و شما در جلسه دوم، البته می هفته هشتم بود که ایر یاد داشت کردیم و می آیه. ببینیم عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت، یا ابن عمر رضی الله عنهما میگوید، فرق نمیکنه، به هر عبارت بگیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الشفعه کحل العقال، شفعه مانند باز کردن زانوبند شتر است. این حدیث را ابن ماجه و بزار روایت کرده اند و بزار افسوده ولا شفعه لغائب، کسی که حضور ندارد حق شفعه ندارد، در حالی که در روایت قبلی خوانده بودیم که برای غائب باید انتظار کشیده شد تا او حاضر شد، اگر ادعای شفعه میکنه به او حق شفعه از او میرسه. خب اینجا یک واژه را توضیح دادیم، الحل و الحل، ای را میشه که الحل بخوانیم که حل العقال، حل به فتح ها ضد شد است، حل و شد مقابل هم قرار داره، حل گشودن، شد بستن، به معنای گشودن می آید حل. پیام های حدیث. از ظاهر این حدیث چنین دانسته می شود که هرگاه کسی غائب باشد حق شفعه آن باطل می شود، از ظاهر همی چیز فهمیده می شه. اما ببینیم شماره دو، از نظر جمهور علما به شمول امامان چارگانه به علت غیابت نبودن و در حال مسافرت بودن حق شفعه ساقط نمی گردد و این حدیث به علت ضعفی که دارد نمی تواند دلیل باشد، یعنی حق شفعه برای او مسلم، طوری که شما در این روایت خواندیم که این حدیث در مسند احمد روایت شده، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داود و ابن ماجه روایت کردند
و آمده و رجاله ثقاتون، اینجا آمده بود که ينتظرو بها، برای او انتظار کشیده می شود و امکان غایبا، گرچه او غایبا باشد. و پس معلوم میشه که برای غایب باید انتظار کشیده شه و به علت غیابت حق شفعه او ساقط نمیشه. و این روایت گفتیم به علت ضعفی که در سند او هست پذیرفته نشده. و این بود آخرین حدیثی که در این جلسه دوم یا کردیت دوم درس ما و شما ارائه شد و مطرح شد. امیدوارم به این احادیث توجه جدی داشته باشیم و این احادیث درست بفهمیم و در زندگی خود تطبیق و عملی کنیم و در طول زندگی از این احادیث و مطالبی که مرتبط به این احادیث است مستفید بشیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.